شنوندگان عزیز با درودهای گرم، آسو حسین زاده هستم و یکی دیگر از برنامه‌های کردستان سنگر مستحکم انقلاب رو تقدیم حضورتون می‌کنم. البته این قسمت دومه که در مورد سنگر مستحکم انقلاب در کردستان تقدیم حضورتون میشه. مهمانان عزیزمون اسماعیل ویسی و عبدالله گلپریان که قبلا در برنامه اول معرف حضورتون بودن. عبدالله گلپریان، قبل از فرمان حمله خمینی به کردستان هنوز یک ماه از قیام 22 بهمن نگذشته بوده که در 17 اسفند سال 57 و به مناسبت روز جهانی زن بزرگترین تظاهرات زنان علیه ارتجاع مذهبی خمینی به میدون میاد. این تظاهرات در تاریخ مبارزات زنان علیه جریان اسلامی در ایران ثبت شده. شما وجه تشابه خواستهای زنان با شعار ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم و موج وسیع بیهجابی از شهریور 1401 به این سو رو چگونه توضیح میدید؟ آیا میتونیم بگیم که این دو مرحله از تاریخ مبارزات زنان به هم وصل هستند؟ بله، با درود مجدد به شما بینندگان برنامه. اتفاقا سوال به جایه، یا شعاری که زنان در 17 اسفند 57 در اون تظاهرات باشکوه که در تمام بسیاری از تلویزیون های اون دوره پخش شد، شاید لازم نباشه من واقعا به جوانب مختلف اون حرکت تاریخی اینجا بپردازم. و در بخش اول قسمت این برنامه من به نکته اشاره کردم در پاسخ به سوال شما در مورد انقلاب، کسایی که میگن انقلاب به اصطلاح شوم 57، کافیه فقط این تظاهرات رو نگاه بکنن. اون موقع میدونن که انقلاب باشکوه 57 یکی از ابعاد گسترده اون انقلاب این نمایی است که ما در این حرکت تاریخی که زنان درش نقش ایفا کردن در اونجا میبینیم. این شاهد در واقع ملموس و زنده‌ایه که اسنادش هست، فیلمش هست. و خواستم اینجا این تأکید رو داشته باشم. برگردم به در پاسخ به سوال شما، به نظر من پاسخ مثبته در ادامه اون حرکت، در ادامه همون آرمان‌های سرکوب شده‌ایه که جریان خمینی و به تدریج دیگه اسم جمهوری اسلامی ازش در اومد و الان دیگه یک شبکه مافیایی اسلامی علیه زنان، کارگران، جوانان و تمام اقشار مختلف مردم یک شبکه مافیایی داره حکم میرانه. این اعتراض و این تجمع در 17 اسفند امروز در قالب دیگه اید، به بروز شده شد در واقع میتونم بگم که به ویژه از 1401 بعد از به قدر رسیدن مهسا جینا امینی ما دیدیم که بلا فاصله خشم عظیم مردم به ویژه زنان علیه حکومت اسلامی به میدون اومد. این آرمان ها و این آرزوها نسل به نسل تا کنون از 40 و چند سال گذشته تا به امروز به عرصه ای از یک جنگ عظیم بین جامعه به ویژه زنان در رأس این حرکت علیه حاکمیت اسلامی تبدیل شده. همین چند روز پیش شاهد تعرض کماکان نیروهای حکومتی به دختران بودیم، ضرب و شتم اونان. دو روز قبل شلیک به خانمی که در اتومبیلش تحت اینکه گویا حجاب رعایت نکرده اونو زخمی میکنن و
شلیک بهش میکنن و الان در کما به سر میبره، در بیمارستانه و قطع نخاع شده. این مبارزه دائمیه. مردم ایران، زنان، به ویژه جوانان در مقابل این تعرض، این تبحش جمهوری اسلامی کوتاه نخواهند اومد. و من در یک جمله فقط بگم که این حرکت و این مبارزه در ادامه همون آرمانها، آرزوهای سرکوب شده است که طی همین 40 چند سال گذشته ما مدام شاهد این مبارزه بودیم و تا به امروز ادامه داره. قطعا زنان در مقابل بربریت جمهوری اسلامی به این مبارزشون ادامه خواهند داد و تا مقطع نهایی اینو به پیش خواهند برد. ممنونم عبدالگلپریان از توضیحاتتون. سوال آخر رو از هر دو مهمان برنامه میخوام بپرسم. ابتدا آقای ویسی، اسماعیل ویسی ببخشید، به سوال ما پاسخ بدید. به سالگرد انقلاب زن، زندگی آزادی داریم نزدیک میشیم. توصیه شما و پیام شما به زنان، جوانان و مردم چیه اسماعیل ویسی؟ بله، باز باز من چند نکته رو تاکید میکنم. من تا قبل از اینکه به طور مشخص این پرسشت جواب بدم یه نکته رو تاکید میکنم. بین همون نکاتی که عبدالله هم توضیح داد که 17 اسفند 57 که خمینی فرمان داده بود که باید زنان محجبه بشن و روسیه رو با پونیس تو تهران به پیشانی زنان نصب میکردن، از جمله کسانی که حالا که به اصلاح طلب و فلان نمیشتر و همین کسی که اومدن تعمیر کردن به دوانه به اصلاح رئیس جمهور، همین آقای مسئول پزشکیان که خود معترف شده که قبل از یک طور دانشگاه پزشکی تبریز چمادار و به اصلاح اوباش و خط کرده بوده به اصلاح زنان رو سرکیب کردن، زنان رو محجبه کردن. اینا هم بودن. از همون موقعی که اعتراضات وسیع و باشکوه زنان گفتن نه روسری نه توسری، ما به اصلاح انقلاب نکردیم و عقب برگردیم به زنان جهان شموله، بدل من یه جنبش عظیم دفاع از حقوق زن، آزادی زن، از همون موقع شکل گرفت و به طور واقعی طول حاکمیت نگین جمهوری اسلامی این جنبش به شیوه های متفاعله موجود جمهوری اسلامی بوده. چه تو به اصلاح تو مراکز زیست و کاری که حسابش بکنیم، تو به اصلاح تو جامعه مثل جامعه کردستان که به طور منفی‌تری که ما بودیم چرا این قضیه تو مبارزه مسلحانه، بعد از اون یورش اولی که کردن به اصلاح یه جنبش بیمان جنبش مسلحانه مقاومت خلق کرد تو کردستان که شکل گرفت تو شهرهای کردستان. اون موقع به اصلاح تو کردستان تو شهرها بودم، زندگی میکردم، معلم بودم، به اصلاح مسلح نشده بودم. نقش و جایگاه زنان از مراکز آموزشی بگیر تا محلات که به اصلاح تو این شرایط و زحبانی که باعث شد اون مبارزه مسلحانه به اصلاح که تو شهرها زنها پیشگامش بودن به اصلاح سازمانی به همدیگه چفت شد و جمهوری اسلامی رو به شکست کشانید. و ابتدام او وضعیت ابدا هم تاکید کرد که به اصلاح تو خیزش به اصلاح شرعی و که با کشتن مهسا شکل گرفت، این یه واقعیت عینی اجتماعی غیر قابل انکاره. من نمونه بیارم. تقریبا حدود 7-8 ماه قبل از اینکه این مسئله جریان مهسا شکل خیز شد، بعد آتش می زدن که به حساب عنوان یه جایی تو دقیق یادم نیست تحت چه عنوانی که کار می کردن، بعد اعتراف کرد گفت اگه این انقلاب منظور به حساب چون انقلاب اسلامی اگه بلایی سرش بیا از طرف زنان، زنان بلا این بلا رو به سرش بیا مثلا میکنه. چرا؟ چون مسئله حجاب به اصلا یه خاکریز اصلی هویتی جمهوری اسلامیه، کل جنبش اسلام سیاسیه که پشتش قائم شده. به نظر من زنان توانستن و این خیزش انقلابی که جریانه به اصلا این رو چیز کردن، نصفش رفتن، تسخیرش کردن و به همین کشت و کشتاری که به چیز میکنه. من نمونه رو بیارم. بعد از کشتن مهسا امینی که به او وضعیت کرا افتاد که چیز کردن، جمهوری اسلامی یه نظر سنجی رو انداخته بود. 75% مردان تو ایران گفته بودن که به نه حق نیست به زور زنان رو محجبه کرد.
این یه نظرسنجی واقعیه، این یه مشکل عظیمه که جمهوری اسلامی دست این جنبش عظیم به اساس دفاع از حقوق زن گیر کرده. ولی چند قضیه تجارب چیه سر این قضیه؟ تجارب اینه و این وضعیتی که به اساس صرفا نباید جمهوری اسلامی سندگون بشه پس آلترناتیو شه. به نظر من این یه مشکلیه سر این قضیه که به اصلا جامعه و جمهوری اسلامی میدونه که به اصلا سنگونی دستور جامعه باید سنگون میشه، ولی آلترناتیو چیه؟ تو انقلاب 57 این یکی از اون مشکلات جدی بود. او چپی که او مردمی که داشتن انقلاب میکردن بعد سر این قضیه به اصلا آلترناتیوشون معلومه میکی چیه. حالا نباید متوهم بود، نباید به جنانت که به اصلا میان حرفای پر زد خوبت میزنن یه چیزایی رو میگن که به اصلا همون بحثی که جنبش راست به طور واقعی یه جنبش که تلاش میکنه که تحت عنوان بلندازی که میخواه آلترناتیو خوش رو تحمیل بکنه و اون جهتی که برای که به اصلا از بالا زد و بندهایی بشه یه مورده عوض بشه و به اصلا همون نابرابری تبعیض گرسنگی بدبختی هایی که به اصلا مصیبت هایی که تو جامعه به جامعه تحمیل بکنن. فقط ممکنه مثلا یه خود زنان نباید محجبه باشن، خب این یه خاص واقعیه، ولی سر این خلی باید انقلاب کرد. آلترناتیو رو به اصلا به طور هدف من سازمان داد که به اصلا حاکمیت تودهی مردم و به اصلا آزادی برابری و رفاه عمومی رو متعقب بکنه، معنی بشه که ارتجاع تحت هر انواعی تحت هر دوایی که به اصلا خودش رو به جامعه تحمیل بکنه. اون یه مسئله جدیه، باید هدف من سازمان داد به اصلا اون تصویبی که گرفته شده و جمهوری اسلامی هم که مثلا بقای خودش مسئله جدیش کشت و کشت انداخته، بعد این خیزش انقلابی رهبران عملی که به اصلا تو شهرها وجود دارن محافظ به هم دیگه بافته بشن مثل یه تو در سر تاثر به اصلا جاهای متفاوت شهرهای متفاوت شهر به شهر استان به استان در سر تاثری سر به زنگاه تعیین کننده به حساب میدان میگن و آتناتی و واقعی خودش رو میدن. من اجازه گرد یه نقطه رو گم بین همین جنبش به حساب بزرگ ناسیونالیستی کرد تو کردستان که جمع شدن تحت عنوان به حساب مرکز همکاری کرد تو 26 چیز 2018 تو فرانکفورت یه چیزی داشت تحت عنوان آزادی و برابری. من عبدالله مهتدی به حساب سخنرانی میکرد میگو ما میخوایم این کار داشته باشیم که تو کردستان موقعی که به اصلاح اوضاع احوال جمهوری اسلامی چیز بشه جمهوری اسلامی کردستان انجام میداده، ما به عنوان جنبش کردستان به اصلاح این به اصلاح تحت لفظی حدفاشه که باید کاری بکنیم نهادها و ارگانهای حکومتی رو در اختیار بگیریم، شیرازه جامعه از همدیگه لحاظ بهداشتی درمانی لوجستیکی بعد آموزشی از هم نپاشه که جامعه رو جدا بکنیم. خب این حرف در نفس خودش غلط نیست، ولی جنبش کمونیستی و چپ همین جوانانی که به اصلاح میخوان آینده ای داشته باشن، میخوان به اصلاح آزاد و برابر و شاد در رفاه و آسایش زندگی بکنن باید متوجه باشن تحت به اصلاح دنبال کدوم آلترناتیو. اونا به اصلاح کمونیست و چپ جنبشش میخواد نهادها و ارگانهای حکومتی رو تحویل بگیره، در اختیار بگیره و سندگونی جمهوری اسلامی رو رقم بزنه به شیوه انقلابی که ارتجاعی به اصلاح به تحت عنوان سنی گری سلفی گری چی میدم، چون بحث مثلا 28 مرداد کردستانه به اصلا خودشون به جامعه تحمیل نکنن. مثلا ما نمیشم تو ما تو سلیمانی بودی حکومت بحث و راند بیرون نداختن از اونجا و چپا هم خیلی نقش داشتن تو بیرون کردن جمهوری به اصلا حکومت بحث، ولی موقعی که شورا رو تشکیل دادن بعد جنبش ناسیونالیستی کل مسلح بود آماده سازمانده با برنامه اومده برگشتن شورا مالا مالیده ما هستیم شما برای منزل بشینی و این بلا رو سر مردمی که آورده که نه میدونیم گرسنگی و فقر و زن کشی به حساب داره محشر میکنه جامعه جامعه کردستان هم و جوانان. چون چرا؟ چون همین سنگر انقلابی که اگه بشه یه نقطه پرش واقعی تأثیرات باید مانه بشه که ارتجاع خودش تحمیل بکنه به جامعه مثل جامعه کردستان و تاثیرات مثبتش تو زندگی مبسط فاصل ایران هست و معنی میشه که ارتجاع نتونه خودش رو تحمیل کنه. این پیام منه و توقعیه که از جوانانی که به اصلاح ریختن به خیابون به اصلاح تصمیم میدن جویستان سندگی بکنن باید با آلترناتی و واقعی که آزادی و پای برابری تحت به اصلاح سربر رهبری سیاسی کمونیستی حزب کمونیستی جنبش کمونیستی اگه این نباشه مطمئن باشیم به نتیجه نمیرسیم. ممنون. سپاسگزارم ازتون. ممنون. عبدالگل فریان مایلیم نظر شما هم در این مورد بشنم.
بله، من میخوام اینجوری به این نکته اشاره بکنم، مسئله پیام، که بگم از شهری مقطعی که قتل جینا امینی اتفاق افتاد و اون حرکت انقلابی در سراسر ایران شکل گرفت، امروز دیگه پیام دادن، خود پیام، نفس پیام در جامعه ایران به یک موضوع جا افتاده و سنت دار تبدیل شده. هر روز ما شاهد پیام هایی هستیم که از طرف زنان، از طرف خانواده های دادخواه، از طرف بازنشستگان، همکنون که چند روز از اعتصاب وسیع پرستاران میگذره، انواع پیام هایی در حمایت در خود داخل ایران در حال اجرا شکل گیریه. من صدامو در کنار همین پیام ها و این حرکت ها میذارم و اگه بخوام پیامی بدم، بگم مردم در سراسر کشور، به ویژه در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی، در کنار خانواده های دادخواه، در کنار بازنشستگان، معلمان، زنان، پرستاران، کارگران و همه دست در دست هم، این روز رو میتونیم، قادریم که تبدیل بکنیم به ادامه حرکت هایی که در 1401 اتفاق افتاد. میتونیم در خیابان ها ظاهر بشیم. ما بیشماریم، ما میتونیم، ما مردم میتونیم، و در نقطه مقابل حاکمیت در اوج زبونی، استیصال و درماندگی قرار گرفته. در نتیجه پیام ما، اگه بخوام کوتاه‌تر بکنم، اینه که از همه مردم، از 99 درصدی ها، از تمام بخش‌های مختلف مردم سرنگونی طلب میخوام که در همین روز و به همین مناسبت، چه روزهای قبل از اون، چه روزهای بعد از اون، بتونیم کماکان در صفی متحد، متشکل، سازمان یافته مجدداً به خیابان‌ها بازگردیم و در مقابل حاکمان دزد، آدمکش، قاتل و تحمیل کنندگان فقر و گرسنگی، تحمیل کنندگان کولبران، کودکان خیابانی، سوختبران، خانواده های دادخواهی که سراسر ایران به خانواده دادخواه تبدیل شدن، در مقابل این جنایتکاران و باندهای اسلامی مجدداً میتونیم در جهت به پیروزی رسوندن انقلابمون حرکت بکنیم به امید اون روز و به امید موفقیت. با تشکر از شرکت شما در این برنامه. عزیزان بیننده، امیدوارم این گفتگو مورد پسند شما قرار گرفته باشه. هر گونه سوال یا نظری در رابطه با وقایع تاریخی سال 57 دارید، میتونید برای ما بفرستید و ما میتونیم در برنامه‌های بعدی با مهمانان برنامه‌مون اونها رو بررسی کنیم. اوقات خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو می‌کنم. شب و روزتون خوش.